مسلمانان آلمان به عنوان بزرگترین جامعه اقلیت در اروپا چندین دهه است با انواع تبعیض و جرایم ناشی از نفرت پراکنی روبرو هستند با این حال همچنان با مبارزه حقوقی، راه اندازی کمپین ها و آگاهی بخشی در رسانه ها می به حقوق اساسی خود یعنی برخورداری از آزادی در انتخاب پوشش و انجام آزادانه شاعر دینی دست پیدا کنند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بیش از پانزده سال است که زنان مسلمان آلمانی با تلاش هدفمند مقامات محلی و ایالات فدرال برای تعیین آنچه می توانند و نمی توانند در مکان های بپوشند مبارزه می کنند. آنها می که ما باید این مبارزه طولانی را به اطلاع عموم مردم آلمان برسانیم و در مورد اینکه چگونه همه زنان شایسته ی حق انتخاب لباس خود هستند بحث صادقانه ای داشته باشیم در حالی که مسلمانان آلمان برای دهه ها با تبعیض روبرو بودند زنان مسلمان بیش از دیگران در دهه 2000 از سوی دولت تحت فشار قرار گرفتند در سال 2005 مقامات محلی برلین قانون بیطرفی برلین را تصویب کردند که استفاده از نمادها و پوشش دینی در بین کارکنان دولت و کارکنان بخش دولتی را ممنوع می کرد. البته این قانون بیشترین تأثیر را بر زنان مسلمان با حجاب داشت. از آن زمان سال هاست که زنان مسلمان بر سر حق پوشیدن هجاب در محل کار خود در حال مبارزه قانونی هستند. در سال 2015 دادگاه قانونی اساسی فدرال حکم داد که ممنوعیت کامل پوشش سر معلمان مسلمان ناقض آزادی دینی آنهاست. اما این امر ایالتهای های فدرال را از پیگیری و حفظ اقدامات محدود کننده مختلف منصرف نکرد. امروز حدود نیمی از 16 ایالت فدرال این کشور محدودیت هایی در مورد پوشش صورت و سر دارند. در سال 2017 پارلمان آلمان به ممنوعیت استفاده از پوشش تمام صورت مانند نقاب و برغه برای کارکنان دولت رأی داد. در سال 2018 یک زن مسلمان به دلیل داشتن هجاب از تدریس در یک مدرسه ابتدایی در برلین منع شد. این تصمیم از سوی دادگاه محلی تایید شد در سال 2020 دادگاه قانونی اساسی فدرال آلمان ممنوعیت وضع شده برای وکلای کارآموز مسلمان را به دلیل حمایت از بیطرفی دینی تایید کرد در نتیجه کسانی که هجاب را انتخاب می کنن، به هیچ وجه مجاز به کار دولتی نیستند آنها از گرفتن شواهد گرفته تا جلسات دادگاه یا حتی مشاهده آنها به عنوان کارآموز نیز محروم می شوند. سپس در ماه می سال جاری مجلس نمایندگان پارلمان آلمان با تصویب قانونی استفاده از نمادهای دینی از جمله هجاب را برای کارکنان بخش دولتی منع کرد. این حکم در ماه جویه به عنوان یک قانون اعلام شد. شورای هماهنگی مسلمانان آلمان در واکنش به این حکم اعلام کرد که این امر در عمل به ویژه بر زنان مسلمانی که روسری میپوشند تاثیر میگذارد و شایستگی های علمی و کاری آنها را نادیده میگیرد در ماه ژوئیه زنان مسلمان در آلمان با حکم دیوان دادگستری اروپا در مورد دو زن مسلمان که پس از اخراج توسط کارفرمایان خصوصی به دلیل داشتن هجاب به دنبال حق خود بودن در نبرد قانونی دیگری شکست خوردن به عقیده صاحب نظران این تصمیم که بسیاری بیم آن دارند که قوانین اسلام حراسانه را مشروعیت بخشد نشانگر واقعیت سیاسی کنونی برای زنان مسلمان در کل اروپا بوده است سازمان های ملی مانند اعتلاف برای زنان مسلمان و شورای هماهنگی مسلمانان آلمان مدت هاست که علیه این تبعیض ها مبارزه می کنند و علیه سیاست ها و شیوه هایی که به عقیده آنها بیشتر مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهد کارزار هایی را به راه انداختند حدود پنجانیم میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند و نادیده گرفتن حقوق زنان مسلمان هر گونه مبارزه برای برابری جنسیتی را دچار تناقض می کند.